سلام، من مشتبه کیهان هستم و آمدیم امروز در فدراسیون فوتبال افغانستان تا به شما بزرگترین بازی جهان که فوتسال است در افغانستان معرفی کنیم. فوتسال یکی از ورزش هایی که در جهان طرفدار زیادی دارد و این روزها دیده می شود که جوانان کشور مصروف بازی کردن آن هستند. خلیل یعقوبی، مسئول کمیته فوتسال افغانستان، در رابطه به خلاقیت‌ها و نوآوری‌های جدیدی که در کمیته فوتسال افغانستان ایجاد شده است، چنین می‌گوید. خلیل یعقوبی هستم، مسئول اداری کمیته فوتسال افغانستان. لیگ الف 18 سال به هدف برنامه‌ریزی روی فوتسال پایه در ابتدا کابل و بعد هم ولایت کشور آغاز شده. لیگ الف فوتسال کابل در ابتدا بین 80 تیم از 5 زون کابل آغاز شده بود که در مرحله نهایی 8 تیم برتر از 5 زون را یافتند به مرحله نهایی که لیگ الف در کمیته فوتسال افغانستان برگزار شده و تا 2 ماه ادامه پیدا میکنم. هدف از برگزاری چنین برنامه ها در کمیته فوتسال سرمایه گذاری روی فوتسال پایه در افغانستان میباشد که ما و ترتیب برنامه های لیگ 16 سال، 14 سال و 12 سال را روی دست داریم که در آینده نزدیک انشاءالله رحمان برگزار میکنیم. قرار است قهرمان و نایب قهرمان این لیگ را پیدا بکنند به لیگ برتر فوتسال 18 سال کابل و همچنان دو تیمی که با کمترین امتیاز دوباره سقوط میکنند به مسابقات آزاد در رده سنی 18 سال. فرمت فعلی را ما برنامه داریم در 34 ولایت افغانستان پیاده بکنیم و فرمتی که در رده سنی، در 4 رده سنی 12، 14، 16 و 18 سال در بقیه ولایت بفرستیم و همچنان این فرمت را بتونیم در ولایت مربوطه تطبیق بکنیم. محسن رضایی، کمک مربی تیم ملی 19 سال افغانستان، چنین میگوید. همونطور که میبینید مسابقات لیگ 18 سال در جریان هستن. مسابقات 18 سال بین تیمای در 4 زون کابل بین تیمای مختلف برگزار شده که تانستن 8 تیم از لیگ الف 18 سال را پیدا کنن. شاهد بازی های خیلی با کیفیت از تیمای 18 سال هستیم. ما به عنوان مربی رده های پایه بازیکن های با استعداد از هر تیم انتخاب میکنیم و در تیم های منتخب رده های سنی دعوت میکنیم. انشالله که بتونیم یک پشتوانه برای تیم های ملی 19 سال و بزرگسالان تربیت کنیم و رشد بدیم. هدف اصلی از این شناخت چهره های اصلی برتر و تیم منتخب 19 سال و تیم ملی که ما همچنان آرزو داریم که از تیم ما هم چندین بازیکن بتوانند استعداد داشته باشند یا هم میتونند انتخاب شوند. بسیار خوب. استاد، اگر در قسمت کسایی که بتوانند اسپانسر کنند تیم ما را، شما کدام نظر دارین، کدام پیشنهاد دارین؟ چون در اکثر کشورهای دیگه که هستن من که بعضی از تجارا و سرمایه‌دارا ما را اسپانسر میکنن تا در آینده بتونن از وا یک ثمره خوب بگیرن. بله. افغانستان فکر نکنم تا بال تیمایشون اسپانسر داشته باشن. شما چی نظریه دارین، چی پیشنهاد دارین به تجارای افغانستان، به سرمایه‌دارای افغانستان که در رابطه به می که اسپانسر کنن تیم پیشنهاد برشان دارین یا نه؟ پیشنهاد ما خب امی است به تمام کسایی که تجارت پیشه هستن یا کسایی که میتونن. بدبختانه خب ما میخواییم که افغانستان یک کشور فقیر هست و ما فعلا کدام سپانسر نداریم، نه کدام تیمای دیگر کدام سپانسر دارن و کسایی که تجار هستن اگر کوشش کنند با ما در این عرصه در عرصه رونق پیشرفت میتونن سپانسر کنند تیم ها را و تیم ها بتواند چیزهای کمبودی که تیم ها داره وارد تمام شه برآورده کنند و بتوانن یک بازی خوب را در میدان. به نام خداوند بخشنده و مهربان، اسدالله آزاد هستم، مدرس فوتسال کمیته فوتسال افغانستان. فعلا شما شاهد برگزاری لیگ الف 18 سال فوتسال کابل هستین که
در ادامه برنامه های کمیته فوتسال افغانستان که یک برنامه بسیار دراز مدت و مؤثر برای رشد جوانان در بخش فوتسال در نظر دارن هستیم. از آنجایی که فوتسال ورزشی است که نیازمند زمان بیشتر برای پیشرفت و برای اصلاح اشتباهات و مدرن ساختن فوتسال است، ما مجبور هستیم و خود وظیفه خود میدانیم که روی سنین پایه، خصوصا سن 12، 14، 16، 18 تمرکز بیشتر داشته باشیم تا اینکه در تیمای ملی و همچنان تیم 20 سال افغانستان بازیکنهای با تجربه و بازیکنهای پخته تر را داشته باشیم. قبلنا برنامه آنچنانی منظم برای زیر سن نبود، به این دلیل بود که ما بازیکنهای خوب از داخل کابل برای تیمای ملی بزرگسالان و جوانان نداشتیم و کمیته فوتسال متوجه نکته شده و امیدوار هستم که برنامه ها به خوبی که پیش میره تعقیب شود تا اینکه در آینده ما بازیکنهای خوب برای تیم ملی از داخل کشور داشته باشیم.